در چیزایی که ما هم اختلاف داریم میریم پیش خدا. شما میگه که پیغمبر حضرت علی رو جانشین کرده، ما میگیم نکرده. در قرآن میریم نگاه میکنیم چیز نیومده. شما میگید حضرت علی بالاتر است از پیغمبرا، ما میگیم خیلی خوب، سوره انبیا داریم، سوره نمیدونم موسی 127 بار اسمش اومده، نوح اومده، محمد اومده صلی الله علیه و آله و سلم، و دیگه پیغمبرا علیهم السلام اومدن، ابراهیم اومده. این چه جوریه که علی از حضرت علی از پیغمبرا بالاتر در قرآن نیست؟ فحکمه الی الله، حکم آن به خدا راجع است. حالا ما شما اختلاف کردیم، تو میگه حدیث است، ما میگیم این حدیث نگفته پیغمبر، اختلاف شد دیگه، در چیزی اختلاف کردیم. خدا میبینیم که در اینجا حق به شما نمیده. فقط این نیسته، فقط این نیست که، فقط این نیست که میریم در خمس. از زکات مهمتره، یک آیه که در بین وسط جنگ اومده، غنیمتم اومده، کسبتم نیومده. چیزی که غنیمت گرفتید، مگه شما در مغازه ها غنیمت میگیرید مال مردم؟ یک آیه مبهم رو گرفتن و یه خمس سرش در بردن که 20% پول مردمه و زکاتی که 2.5% اون اصلا پیش اینا نیست. از اون زکات رو عوض کردن. حالا خب بریم حکم دیگه، رجعت. رجعت یک دستور بزرگی است که مثلا هندوها دارن، بودایی ها دارن، ادیان ابراهیمی اصلا نداره. مسلمان ها رو که ول کن، یعنی مردم به دنیا برگردن، آدم های خوب و بد، رجعت کنن به دنیا بعد از مرگ. هم چیزی نیست. ما در قرآن داریم که الله میفهمه که همون مظالمان میگن که رب ارجعون، خدای منو برگردون. میفرماد کلا، ناممکنه که، در سوره مؤمنین نست به نظرم، میگه ناممکن است که برگردید. و اینا رجعت درست کردن. اصلا در قرآن که بگردی چیزی به نام رجعت نداری. بس این ورور میگدن یک آیه مبهم رو پیدا میکنن، در حالی که یه حکم عجیبی است که حضرت حسین که 10 سالم امامت کرده، شما آسمان زمین آوردید، حالا برگرده 300 سال و حکومت میکنه، 40000 سال علی حکومت میکنه. حضرت علی میره و میاد در رجعت، یه دفعه 40000 سال، یه دفعه 50000 سال. چرا هیچی در قرآن نیومده؟ ها میگه حدیث، ما رو نبر در حدیث. جالبه که شیعه رو که میگه بریم سوپریم کورت، به انگلیسی ها میگن، یعنی دادگاه عالی، دیوان عالی، مثلا دادگاه عالی کشور، ما رو میبره باز تو حدیث. بابا ما در حدیث که اختلاف داریم. اینجا میرسه نه، میگه در کتابای شما هست، ما از کتابای شما ثابت میکنیم، بازم اختلاف داریم. اگه فرض محال 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 تو از بخاری بتونی مثلا عقیده خود ثابت کنی، ما که اون عقیده از بخاری نمیفهمیم، بازم اختلاف شد دیگه، باز حکم میره پیش خدا. پیش خدا که میریم شما همینطور دست بسته میبرید، مثل که حالا ترامپ بلا تشبیه میگه تقلب شده، هر دادگاهی میره میگه آقا تو بی خود میگی برو گم شو. دادگاه از خودشون از جمهوری هست، بلا تشبیه بلا تشبیه. پیش خداوند یعنی پیش قرآن که میریم، اصلا عقیده شیعه توش نیست، برعکسش هست. این دیگه ثابته دیگه. خدا میگه وقتی اختلاف بیاید قرآن، پیش قرآن. هی ما رو میکشه طرف حدیثی که خودش هم قبول نداره. نمیگه از کتابای شما من ثابت میکنم که این خدا رو. بابا تو کتاب من قبول نداری. ما هم که اصلا حدیثای تو رو قبول نداریم، میگیم دروغ از همش. برعکس، برعکس به شما مثال زدم. عزاداری برعکسه. تو میگی من صیغه کنی ثواب داره، ما میگیم صیغه زناست. مثال. هر چیز برعکس پیش ما، پس ما نمیتونیم به سنت رجوع کنیم با شما. قرآن میتونیم. چرا؟ برای اینکه نه ما تونستیم در قرآن دست ببریم، نه شما تونستید. بابا مردم همین کافی است که شما قبول کنید، ای اونایی که خدا رو قبول ندارید. همین قرآن کافی است که شما قبول کنید خدایی هست که دنیا رو اداره میکنه. خدایی هست که مواظب است. نذاشته این کتاب عوض بشه تا سجدی بلبل زبانی کنه، تا سجدی بیاد از هر صفحه قرآن دلیل بیاره. خب مدد از مرده، تو رو خدا از مرده کسی مدد خواسته؟ شیعه با حدیث ثابت میکنه. قرآن که میری ببینی اصحاب کهف که خوابیده بودن، اصلا دنیا خبر نداشتن. خودش که 300 سال بعد بیدار شده میگه یک روز خوابیده بودم. اون پیغمبر بنی اسرائیل که 100 سال خوابیده بود بیدار شد، کم میگه لبستم، میگه چند، میگه یوم او بعضی یوم، میگه نصف یا نصف روز. پیغمبر خدا که مرده از دنیا خبر نداره. شیعه برای خودش دلیل میاره که نه در حدیث است. خب در قرآن چرا نیست؟ این خیلی مهمه. 14 تا شما پادشاه دارید، بلکه 40000 پادشاه دارید، زنده، مرده زنده. هر دهاتی برای خودش قبر امامزاده داره. خدایان بزرگ شما هم که در مشهد و کربلا و نجف و سامر را خوابیدن، و شما میگید که نمیدونم در حدیث ها هست، در قرآن ولی نیست.
بدبختی این است که این مرده رو همه کارا هم میدونن، مرده همه کارا در دنیا دخالت میکنه. روزی که من کلیپی دیدم، یکی میگفت که من خیلی خیرات میکردم و صدقه میدادم، میگرفتم پیش امام رضا، امام رضا خب مرده، میگرفتم قبر امام رضا، گفتم امام رضا به من نشون بده که مقام من چی است. هر کس که رد میشه اولین حرف میزنه یعنی تو اونو فرستادی. میگه خانمی رد میشد، من فکر کردم زن برادر یا فلانیه، گفتم خانم، اون برگشت به من گفت تو خیلی خری. یعنی میگه امام رضا اونو فرستاده بود که تو خیلی خری. یعنی اینطوری به امام رضا عقیده دارن که دختر عروس میکنه، مرد و زن میده، پول میده، خونه میده، شفا میده. و اینو ما تو قرآن که میگردیم هیچی نمیبینیم. میبینیم که زنبور عسل شفا داره، قرآن شفا هست، اما نمیبینیم که بگه امام ها شفا میدن. اصلا اسم اصلا خود امامت اصلا نیست، ابدا نیست. ما اختلاف داریم در مورد امامت، اصول دین شماست، میایم تو قرآن نیست، اصلا نیست. خاتم النبیین اومده که آخر پیغمبر هست، این پشتش آورده یکی دیگر که بالاتر از پیغمبر هست. مگه میشه؟